نمیخواستم این ویدیو رو ضبط بکنم ولی فکر میکنم به بعضی چیزها و بعضی از حرفها حتما باید جواب داد بعد از معرفی بروکر ای پلنت خیلی از دوستان به من لطف داشتن تشکر کردن که دم همشون گم مرسی بابت انرژی خوبتون اما بعضی از دوستان بودن که یک سری کامنت های منفی گذاشتن که توی این ویدیو میخوام به اونا جواب بدم اولیش بعضی آمادن گفتن که این ویدیو تبلیغاتیه و من بابتش پول گرفتم بله می گفتم نگرفتم اولا که تو خود ویدیو اومدم گفتم ویدیو اسپانسر داره یعنی چی دوما وقتی که توی یوتیوب میخوای یه ویدیو رو آپلود بکنی یه تیکی داره که میتونیم اون تیک رو بزنی که نوشته پید پروموشن ما اون تیک رو زدیم که میتونستیم نزنیم بالای ویدیو میتونیم ببینینش یعنی من اعلام کردم که این ویدیو یک ویدیو معرفیه و بابتش پول دریافت کردم ولی موضوع کجاست مگه بده این یه چیز عرف تو کل دنیاست شما یه پفک هم میخوای بخری بابتش یه تبلیغی دیدی وگرنه پفکی که رو ندیدی نمیخری همه کالاهای دنیا همه خدمات دنیا بابتش با تبلیغ میشه مشکلش کجاست میدونی تبلیغ کجاش بده مثل این فود بلاگرا بشی که از یه جیگرکی ته شهر رو بخوری بگی عالیه یه رستوران فاین که سوشی سرو میکنه توی فرمانیه اونم بخوری بگی غذاش عالیه این بده یا توی کار خودمون امروز بگیم اینجا خوبه فردا بگیم اونجا خوبه پس فردا بگیم اونجا خوبه بالاخره کدومش خوبه این نوع تبلیغ بده من کلا تا حالا دو تا جا رو به شما معرفی کردم یک فاندد نکس که توی پراپ های دنیا جز تاپ فایوه و بالاتر از اون رو ما ایرانی ها اصلا نمیتونیم باش کار کنیم یعنی بهترین پراپیه که ما ایرانی ها میتونیم باش کار کنیم دومی معرفیم ای پلانت بود جای دیگه یه معرفی کردم تا حالا یه مسئله دیگه فکر کنیم فقط بروکر ای پلانت اومده به من گفته که بیا با من همکاری بکن و معرفی بکن من رو من توی یک سال گذشته به جرأت میتونم بگم بالای 20 25 تا بروکر اومدن با ما صحبت کردن که من اونا رو معرفی بکنم چرا نکردم میتونستم معرفیشون کنم در من پول خوبی هم میگیرم بابت این کار که میگم چرا اون پنج تا بروکری بود که تست کردم که گفتم بین این 5 6 تا میخوام یکی رو انتخاب کنم عین 5 6 تاش بروکرهایی بودن که از نظر نوع فعالیتشون قابل قبول بودن داشتن درست کار میکردن و قابلیت معرفی کردن رو هم داشتن همشون هم میخواستم با من کار بکنم با همشون هم جلسه گذاشته بودم ولی بعد تستشون کردم و بین اونها فقط یکی رو انتخاب کردم میتونستم با همشون کار بکنم مثل خیلی های دیگه هر ماه یکی رو معرفی کنم ولی نکردم چون معتقد بودم باید بهترینشون رو معرفی بکنم که کردم خیلی اومدن بهم گفتن که چرا همه رو معرفی نمی کنی؟ چرا اسم نمیبری؟ من چهار تا بروکر اسم بردم چهار تا بروکری که دو تاشون مشکل داشتن دو تاشون اصلا بودارن یا اصلا کلا بردارن هر چی که حتی همون چهارتا هم میخواستن با ما کار کنن اما من نزدشون اسم بردم که آقا با اینا کار نکنید ولی بقیه بروکرها رو نمیتونم این کار رو باشون بکنم که میپرسین چرا نام نمیبری مگه کلابردارن یک بیزینسی دارن انجام میدن که سالم داره کار میکنه اوکی ولی یک سری نقص ها داره که بعد از اینکه من تستشون کردم نقص هاشون بهشون گفتم که شاید بتونم برم اون نقص ها رو برطرف بکنن چه اشکالی داره ما ایرانی ها بتونیم با ده تا بروکر خوب کار بکنیم اگر نقص هاشون برطرف بشه مشکلش کجاست چرا فکر میکنین آدما باید برای اینکه برن بالا یکی دیگر رو خراب کنن یک سری ایرادات به نظر من داشتن یک سری خوبی ها همونطور که خود بروکر ای پلانت یک سری خوبی ها داره یک سری بدی ها من نیمدم بگم بروکر ای پلانت بهترین بروکر دنیاست خیلی رو کراس بهتون گفتم با بهترین بروکرهای دنیا ما ایرانی ها نمیتونیم کار کنیم مگه این جمله نبود بین بروکرهایی که ما ایرانی ها میتونیم باش کار بکنیم بروکره به شدت خوبیه آیا این معنی یعنی این که نقص نداره؟ چرا داره؟ خیلی اومدن گفتن که این بروکر جوانه خیلی تازه کاره اینو که خودم گفتم گفتم اصلا دنبال بروکر جوانم دلیلش هم گفتم بروکری که ده ساله پونزه ساله داره کار میکنه و هنوز مجبوره به ایران سرویس بده و اونقدر بزرگ نشده که تو بازار جهانی بتونه کار بکنه این یه جایی کارش میلنگه خیلی از بروکرها با کشورهای مثل ما شروع به کار کردن بعد مجبور شدن که ماها رو بذارن کنار نموناهاش رو اسم بردم راجع به حتی کریپتوکارنسی مگه همین اتفاق نیفتاده تو این سه چهار سال گذشته مگه هممون با بایننس کار نمی کردیم یه مدت با همه کار میکرد چون میخواست رشد کنه رشد که کرد گفت دیگه باتون با کار نمیکنه. همه رفتن رو کوکوین کوکوین گفت دیگه با همون کار نمیکنه. همه رفتن رو بینگکس. دیگه الان بینگکس هم گفت با همون کار نمیکنه. همه بروکرها و صرافی ها بعد از اینکه بزرگ میشن چون میخوان رشد بکنن میرن سراغ بازار جهانی و ماها تحریمیم تحریم بودن ما مشکل بروکرها یا صرافی ها نیست مشکل ماست و من گفتم میخوام یه بروکری رو انتخاب بکنم که حداقل سه سال، چهار سال، پنج سال بتونم باش با کار بکنم این هم مشکلی نداره. به رگولاتوری. خیلی سرد جالبی راجبش گفته شد. ولی خیلی واسه هم جالبه کسانی که حرفهایی که میزنن شاید حتی معنی حرف که میزنن رو نمیدونن. اصلا فرق رگولاتور آفشور و غیر آفشور رو میدونید دنبال چه رگولاتوری میگردین؟ انتظار دارین یه بروکری که با ما داره کار میکنه بره رگولاتوریشو از انگلیس بگیره؟ فکر کنین گرفتن یه رگولاتوری از انگلیس چقدر مگه هزینه داره؟ چرا نمیرن این کارو بکنن؟ پولشو ندارن؟ شاید چل پنجا هزار دلار هم پول نخواد که وسی یه بروکر اصلا عددی نیست چرا این کار رو نمی کنن؟ چون اگر برن اون رگولاتوری رو بگیرن دیگه با کشورهای مثل ایران نمیتونن کار بکنن و یک بروکر برای اینکه شروع به کار بکنه مجبور از بازارهای کوچک شروع بکنه تا به بازارهای جهانی برسه بدبختی اینجاست شما پشت پرده خیلی از بروکرها رو هم نمیدونید خیلی از این بروکرهایی که با ما هم صحبت کردن که مثلا رگولاتوری دارن از استرالیا از انگلیس میدونین چی کار میکنن؟ شما فکر میکنین رگولاتوری داره دیگه از استرالیا و انگلیس داره ها ولی به محض اینکه ثبت نام میکنین میزنید ایرانیت یا اصلا از سایت ریلینکتون میکنه روی یه سایت دیگه که بازم همون لوگو و موگو اینا رو داره یا حتی وقت بدون اینکه بفهمید شما رو روی یک سرور دیگه میشونه سروری که تحت رگولاتوری اون رگولاتورهای معتبر نیست و حتی شما اینو متوجهش هم نمیشید که ما وقتی ازشون پرسیدیم آقا تو چجوری رگولاتوری داری از فلان جا باید داری با ایران کار میکنی گفتن ما این کارو میکنیم یه شرکتی هست خیلی هم معتبره خیلی هم خوب رگولاتورهای خیلی گردن کلفتی هم داره یه شرکت موازی هم بغلش داره و شما بدونید که متوجه بشین به که با این کار بکنین دارین با این کار میکنید در واقع دارین بدون رگولاتوری کار میکنید دوستان این دندون طمع رو بکشید بروکر هایی که با ایرانی ها کار میکنند نمی توانند از رگولاتورهای درجه یک جهانی استفاده کنند نداریم نکته بعدی بعضی از دوستان از اسپرد بالای بعضی از جفت ارزها روی بروکر ای پلنت ناراضی بودن اینو که خودم گفتم که حداقل ویدیو رو تا آخر میدیدید جزء نقاط ضعف بروکر ای پلنت من گفتم روی ارزهای کراس جفت ارزهای اصلی نه روی کراس ها اسپردشون بزرگه اسپرد کوچیک ندارن علت هم داره چون مارکت ریالن. فقط یک مارکت میکر میتونه روی پوند به انزدی یا ایودی به انزدی به شما اسپرد یک و دو بده چرا؟ چون لیکویدیتی مال خودشه شما برخلاف خود اون دارید معامله میکنید در غیر این صورت نمیتونه این کار رو بکنه من نمیگم مارکت میکر بودم بده ها بارها و بارها گفتم بروکر مارکت میکر الزامن بد نیست ولی پیدا کردن بروکر میکری که با ایرانی ها کار بکند و اهل کسافتکاری هم نباشد چرا خیلی سخته من نتونستم یه چیزی پیدا کنم یه سوال هم این وسط واسه من پیش میاد روی جفت ارزایی خیلی پرت و پلا مثلا میگم مثلا AUD NZD AUD JPY مثلا میگم میگین که آقا این پنج پیپ اسپردشه تو زمانهایی که بزرگ میشه تازه چهار پیپ پنج پیپ اسپرد داره یه سوال دارم ازتون مگه روی AUD به NZD من به وضوح توی ویدیو گفتم اگر جزو کسانی هستید که روی همه جفت ارسا میخواین اسکلپ انجام بدید این بروکر به دردتون نمیخوره ولی فکر کنم بایدی خوره واضح تر اینو میگفتم توی هیچ بروکری روی این ارسا نمیتونین اسکلپ بکنید اگر کسی اینو بهت یاد داده اشتباه کرده اسکلپ کردن مکسیموم بسه پنج تا شیش تا نماده یورو یورو یو اس دی طلا اونم نه همیشه و شاخص ها مثل داو جونز اس ان پی و نزدک هیچ کسی هیچ جای دنیا نمیره روی یک ارزی که انقدر کراسه و انقدر نقدینگی پایینی داره اسکل پنجام بده توی 5 پیپ 10 پیپ وقتی که شما داری معامله ای انجام میدی که کل معامله ده پیپه با بهترین بروکر دنیا بخوای کار بکنی روی یه همچین جفت ارزهایی سه پیپ بهت اسپرد میده بعد تو میخوای روش ده پیپ سود بگیری یعنی یک سومش اسپرده اصلا شدنی نیست اگر کسی اینو بهت یاد داده یا فکر میکنه این درسته تو داری اشتباه میکنی رفیق بعد یه سوال دیگه من با 5 6 تا مانیتور، یه لپتاپ، یه تبلت بدون والیوم جرأت اسکلپ کردن ندارم. تو میری با چهار تا خط روی AUD به انزدی اسکلپ میکنی و ناراضی یعنی واقعا فکر کنی اگه اون یه پیپ بود تو سوده بودی نبودی بعد چون زرردهی میخوای بندازی گردن یکی دیگه من همه اینا رو گفتم توی ویدیو معرفی الان اینی هم که دارم بهت میگم دوستانه دارم بهت میگم مسیر رو داری اشتباه میری راجب طلا هم که اصلا این بروکر خودش یک حساب جداگانه گذاشته به نام گلد اگر معامله گر طلایی اسکلپر طلایی برو حساب گلد باز کن خودشون این امکان رو واسه فراهم کردن با پایین ترین میزان اسپرد با کمترین میزان کامیشن بتونی بری توش کار بکنی همه اینا رو وسط گذاشتن یه چیز دیگه راجع به آی بی پرسیده بودن که من از آی بی سود میبرم بله سود میبرم من خودم خیلی قبلتر از این حرفا یه ویدیو درست کردم که بهتون یاد دادم چجوری میتونی از آی بی بودن سود به دست بیارید مگه نکردم این کارو آیا قبل از این که من آی بی بشم این جریان واسه قبل عیده هستن من خودم مگه نگفتم میتونید این کارو بکنید هیچ ریسکی هم نداره هیچ مشکلی هم نداره اصلا اومدم یاد دادمش ویدیوش هنوز هست هم تو اینستاگرام هست هم توی یوتیوب برین میدونین آیبی بی بودن کجا مشکل داره اینکه شما فقط به فکر سود خودت باشی اونجاست که مشکل داره من نمیدونم این ویدیو رو کی میبینی ولی هفته پیش من حتی یک سیگنال روی فارکس مستر ندادم روی نرم افزار خودم چرا؟ چون گفتم خیلی از بچه ها امکان ضرر کردن دارن خودم معامله نکردم پس سیگنالم ندادم در صورت که اگر سیگنال میدادم چون خیلی از بچه های فارکس مستر زیر مجموعه های من هم و جز زیر مجموعه های آی بیه من هم، من کلی پول به دست میوردم. ولی نکردم این کار چون بازار شرایط معامله کردن هم نداشت بازاری که هر لحظش امکان جنگ داره اونم تو خاور میانه که به شدت روی نفت تأثیر میذاره و نفت اقتصاد جهانی رو بالا پایین میکنه با اون همه خبر مهمی که داشتیم زمان معامله کردن نبود که اگر میخواستم از آی بی سود علکی به دست بیارم هفته ای سه تا چهار تا سیگنال نمیذاشتم که خیلی تا شاید فعال نشه که اگر بذارم و فعال بشود بعد من سود به دست میارم دیگه شاید روز ده تا نمیدم سودم زیاد شه اگر خیلی به فکر سوددهی خودم بودم از طریق آی بی نمیگم سود نداره واسم نمیگم پول نداره واسم چرا داره ولی واقعا فکر کنی چقدره واقعا فکر کنی خرج زندگی من اینا میده اگه خیلی واسم مهم بود چرا تخفیف گذاشتم روی کامیشنش که از کامیشن خودم بدم به بچه هایی که زیر مجموعه من چرا روزی تا سیگنال نمیدم پول دیگه حالا بریم سر اون نکته ای که من چرا زیاد پول میگیرم میدونین چرا چون اگر من تبلیغ میکنم اگر جایی رو معرفی میکنم اگر کاری رو انجام میدم قبلش چکش کردم خیلی از شمایی که این ویدیو رو داره میبینین شاید درستابی من رو نمیشناسی ولی بله اونایی که باید بشناسن میشناسن من کسی نیستم که حرفی رو بزنم که خودم بهش اعتقاد ندارم اگر حرفی میزنم پاش وای میستم و بابت این اعتماد سازی سالها زحمت کشیدم فکر میکنیم واسه دوزار درشه پول من میام شرفم رو بفروشم؟ بابت چقدر پول؟ واسه همینه که خیلی از دوستانی که توی این بازارن رو حرف من حساب باز میکنن چون میدونن هر حرفی رو نمیزنم که اگر میخواستم بزنم با همه اون بروکرها الان کار کرده بودم به همین راحتی باز هم دارم میگم اون بروکر ها هیچ کدومشون نه کلاه بردارن نه دوزدن ندارن نه بد کار میکنن فقط نقطه ضعف داشتن نقطه ضعف هایی که به نقاط قوتشون میچربید اینکه که میگین چرا نام نمیبری از اون بروکرها اولا که اصلا اخلاقی نیست که من بیام بیزینس یک نفر رو تخریب کنم به خاطر اینکه چهار نفر دیگه از اون بروکر در بیان و بیان تو اون بروکری که من دارم معرفی میکنم این کار اصلا اخلاقی نیست یه زمانی از اون بروکر مشکل داره یا کلاهبردار گفتم پاشم وای میستم ولی یه زمانی آقا یک سری نقاط ضعف داره من نمیتونم کل بیزینس طرف رو تخریب کنم که مثلا صد نفر دیگه بیشتر بیان زیر مجموعه من بشن نه من هم چیکاری نمی کنم بخوام بذارم کنار شاید خیلی از شما که این حرف رو میزنید این مشکل رو نداشته باشین ولی من خارج از ایران شرکت ثبت شده دارم من رفت و آمد دارم اونا میتونن از من شکایت کنن و حق هم دارن که از من شکایت کنن چون کار خلافی نمی کنن که من بخوام تخریبشون کنم پس نمی کنم این کار رو به همین راحتی تو آخر ویدیو هم یه چیزی رو باید بهتون بگم باز هم راجع بروکر ای پلانت تاکید میکنم یکی از بزرگترین چیزهایی که در بروکر ای پلانت من خیلی دوست داشتم دغدغه دق آموزشش آموزششون بود بروکری که دغدغه دق آموزش داره یعنی میخواد یوزرها رو خودش نگه داره و اینا سود به دست بیارن ضررده بازار نباشن هر چقدر سود بیشتری به دست بیاری بله بروکر هم بیشتر پول به دست میاره ولی بیزینس پلنش جوری طراحی شده که سودش در گروه سود شما باشه نه ضررتون واسه همین اومده اسپانسر آموزش شده واسه همین اومده اسپانسر کلاس رفع اشکال من شده که شما آموزش ببینید رو سایت هم میتونیم بریم ببینیم کلاس های من آخرین باری که من کلاس میذاشتم دو دلار بود بله بابت این کلاس ها من پول میگیرم ولی شما پولی پرداخت نمی کنید. یک بروکر به خاطر دقدقه آموزشش این کارو میکنه میتونه خیلی کارهای دیگه بکنه مثل بقیه بروکرها میتونه بره اسپانسر چه میدونم مسابقات اسکیت شه میتونه بره اسپانسر خیلی چیزای دیگه بشه ولی این کارو نمیکنه میتونه بره اسپانسر ویدیوهای کمدی شه با واینرها کار کنه که کلی هم یوزر دارن و کلی هم طرفدار دارن و اینا مثل ویتاورس ولی این کارو نمیکنه این شاید واسه شما ارزشمند نباشه، واسه من خیلی ارزشمنده. و برداشته، کاملا دقیقی داشته، هر دفعه که باش کار کردم. و هیچ کدوم از مشکلاتی هم که شما خیلیاتون فکر میکنید، داره را نداشته. اسپرید بالارم باز هم دارم بهتون میگم، فقط یک میکر میتونه اون اسپرید کوچیک رو و تایت رو بهتون بده رو اون جفت ارزا منم کلا با اون جفت وقتی میخوام معامله انجام بدم سوینگ انجام میدم یعنی اصلا پنج پیپ چهار پیپ دو سه پیپ اختلاف واسه من هیچ فرقی نمیکنه و اگر شما معامله گر درستی باشی دقیقا واسه نباید فرقی بکنه اگر روی اون جفت معامله میکنی در مورد پشتیبانیشون هم کاری نداره که هر موقع دلت یه سوال بپرس ببین چقدر طول می‌کشه جواب تو بده در من توی اون ویدیو فقط یک بروکر رو به شما معرفی نکردم بهتون یاد دادم چجوری یک بروکر خوب رو انتخاب بکنید کاری نداره که حرف من قبول نداری برو از همه اون روشهایی که بهت گفتم خودت بقیه بروکرها رو تست کن برو تست کن وقتی خودت حال نداری که چهار تا تست انجام بدی من چیکار باید بکنم از من پرسیدید من دارم با این بروکر کار میکنم خودم هم یک حساب پنجا هزار دلاری دارم توش شماره حساب و پسورد اینوستورش رو توی همین دیسکریپشن همین ویدیو گذاشتم هم توی همون ویدیو حساب ریل پنجا هزار تاییه من اگر چیزی رو معرفی میکنم خودم انجامش میدم دوست داشتید میتونید استفاده کنید نه آموزش دادم برین خودتون تست کنید تست من این جواب رو داد و اتفاقا بعد از اینم که باشون بیشتر کار کردم و با این بروکر کار کردم الان راضی ترم هستم چون اولا که یک سری از ضعفایی که داشتم به نظر من کاملا برطرف شده و باز هم دارم با خیلی چیزای دیگه مقایسش میکنم خیلی هم راضی ترم یعنی خوشحال ترم و بابت کاری هم که کردم اتفاقا خیلی خوشحال ترم که معرفیش کردم که حداقل چهار نفر پنج نفر شاید بتونن با یه بروکر درستابی کار بکنن فکر میکنم تمام ابهاماتی که براتون پیش اومده بود رو توی این ویدیو جواب دادم هنوز متاسفانه نرسیدم که جواب همه کامنتاتون رو بدم ولی حتما من رو جواب میدم ولی پیشا پیش دم همتون گرم مرسی بابت انرژی خیلی خوبتون و امیدوارم که چه اون ویدیو چه این ویدیو چه بقیه ویدیوهاییم هم که میذارم و کلاس رفع اشکالی که باز هم ای پلنت براتون گذاشته به دردتون بخوره دم همگیتون گرم سودتون بالا